شما تنها کسی هستین که میتونین بدون هزینه برای مردم و برای جامعه این تغییرات اساسی تو این قضیه بدین، یه تغییرات عمیق و حادث بکنین در سیاست خارجیمون، در سیاست داخلیمون، با جایگزین کردن نگاه کارشناسی و تخصصی به جای معیارهای امنیتی و حالا معیارهای دیگه‌ای که اصلا ربطی به مدیریت نداره. مشابه کاری گورباچف در زمانی که فهمید این سیاست‌ها راه به جایی نمیبره، روز به روز شرایط کشور و مردم رو در تمامی حوزه‌ها بجز سلاح و نظامیگری داره نابود میکنه. من از ادبیات خود آقای خامنه‌ای میخوام استفاده کنم. اگر به دموکراسی، به حقوق بشر، به اصول مدیریت شایسته سالاری، اگر به ایران و ایرانی بودن، اگر به رفاه و معیشت مردم و امنیت مردم، به این سبکی که حالا مردم انتظار دارن اعتقاد ندارین، اقلا برای نجات اسلام یه حرکتی میکنین. من فکر کنم الان که خودتون ارزیابی دارین که اسلام تو کشور ما در بدترین شرایط خودش در طول تاریخ قرار گرفته، بلایی که این دوران به سر اسلام اومده فاجعه است. روز روز هم داره با عملکرد و خطاهای بیشتر ما، اونم به نام یک کشور اسلامی، به نام یک نظام اسلامی، بدتر و بدتر میشه. اقلا به فکر اسلام باشین و اسلام رو نجات بدین با یک تغییر سیاست یا یک دوران بس دیگه. یعنی بالاخره هر حاکمی هم حتی دستورالعمل‌ترین وضعش هم آدم بخواد بگه داره حکومت میکنه، بالاخره 30 سال حکومت، 30 سال یک سیاست، نتیجه شو داریم میبینیم دیگه. تغییر نیازه، اتفاقات جدید بیاد بیفته، به روز باید باشیم. چندین نسل که ایران رفتن و اومدن، ما هنوز با همون سیاست های اولی که داده همون موقع هم اشتباه بود داریم پافشاری میکنیم. ما نیاز به تغییرات جدی داریم. اگر شما به عنوان رهبر جامعه نخواهید این تغییرات رو بدین، خب بالاخره اتفاقات دیگه میفته. داریم میبینیم دیگه تا کی سرکوب، تا کی کشتن، تا کی زندان. بالاخره اینا هم همه روز پر میشه، اشباع میشه و زودتر از این بجنبیم برای نجات کشور و برای نجات اسلام. بالاخره همه وظیفه دارن به عنوان ثبت در تاریخ هم شده اینا رو بگن، منتقل بکنن. بعدا نگن نمیدونستیم، نفهمیدیم چجوری اینجوری شد، و اگر میدونستیم، مثلا همه قضیه موشک، نمیدونستیم، اطلاع نداشتیم، آخه اینا همه بهانه است. ولی خب اگر اتفاقی ببینید، آخر البته این چیز هم هست، وقتی آدم جمعیتی رو که برای آقای قاسم سلیمانی رفت، حالا همه با انگیزه های قدرت اینا نرفتن، خیلی ها واقعا با اعتقاد رفتن و از اونم به نظر من نقش تبلیغات نقش مهمی بود توی این قضیه، و حالا به دلایل دیگه، حالا مقابله با آمریکا، اعتراض به عملکرد آمریکا یا هر چیز دیگه رفتن. این جمعیت رو میبینه، میدونی من یاد چی افتادم؟ یاد زمانه، حالا موقع نبودیم ولی تاریخو که میخونیم، تاریخ افتادم دوران مصدق، که مردم اومدن یه روز تو خیابون گفتن درود بر مصدق، فرداش اومدن گفتن مرگ بر مصدق، و مصدق سرنگون شد. یعنی بالاخره مردم هم باید، اگر حالا خود نظام نخواد کاری بکنه، بالاخره ما هم باید خود حرکتامون رو و عملکردمون رو با ارزیابی بیشتر، با واقع نگری بیشتر انجام بدیم. اینجوری که بخوایم احساساتی با هر موضوعی برخورد بکنیم، نتیجهش تداوم همین نظام با تمام این مشکلاتشه و هیچ گونه تغییری هم اتفاق نمیفته. بالاخره ما مردم هم به نظر من مهمی، و اینکه چگونه عمل میکنیم، ما همه جا هم داریم که سرنوشت هیچ قومی تغییر نمیکنه، مگر اینکه خود اون قوم یا اون ملت یا اون جامعه بخوان حرکت کنن و بجنبن و تکونی به خودشون بدن. به هر حال این حرکت ها باید عمومی بشه دیگه. الان ما اخیرا داریم میبینیم که مثلا ورزشکارامون دارن میرن، یا دارن به عنوان نماینده ایران میرن ولی به حجاب بازی میکنن، یا بالاخره مثلا کیمیا علیزاده آخریش که رفت از ایران. به نظر من این نافرمانی های مدنی خیلی مهمه. یعنی اگر این اتفاقات حالا حداقل تو ورزش گسترش پیدا بکنه و همه خودشون رو درگیر کنن، از اون بر بین هنرمندا، از اون بر بین سیاستمدارا، آخه این اتفاق بعدی دیگه هم افتاده، ما وضعیت اصلاح طلبی مونه. ما متاسفانه میبینیم احزاب اصلاح طلب ما یا اشخاص اصلاح طلب ما، حالا شخصیت های حقیقی و چه حقوقی، اصلا اینا بدتر از اصولگراها شدن در تحکیم این خطاهای نظام، با بیانیه‌هایی که میدن، با حمایت‌های بی‌منطقی که میکنن، با ذکر نکردن مشکلات واقعی و با نداشتن واقع‌بینی. به نظر میاد این بقا و ماندگاری و قدرت یا اینکه آسیب ندیدن اصلا یه چیز عمومی شده. حالا بعضیا یه سمتی دارن میخوان بمونن، بعضیا نگران اگر غیر از این بکنن باشون برخورد بشه، و و و حالا دلایل متعدد خیلی زیاد دیگه میتونه وجود داشته باشه. بنابراین ما خودمون هم یه تقصیر اساسی داریم. کشورهای جهان سوم هر گونه تغییری هزینه داره. یعنی اگر یا اون عقل و درایت باید و تدبیر باید در خود مقامات یک نظامی وجود داشته باشه که اونا خودشون این کار رو انجام بدن و بتونن به روز بکنن خودشون رو و واقعا منافع ملی رو
مد نظر خودشون قرار بدن و بر اساس اون حرکت بکنن. اگر چه این اتفاقی نیفته من معترض دارم از اینه بدم، یعنی غیر از این که راهی وجود نداره، ولی این راه وجود داره که اگر این اعتراضات همگانی تر بشه هزینه ها سرشکم میشه و کمتر میشه.